حمله دست جمعی و گروهی مردم به سامان ویلسون و پاره کردن باسنش. این اتاق 187 نفر به خاطر منه. فردا 17 تایی با هم بحث کنیم. خدا من میگم ما رو گیرن. 90 نفر اومدن که تو کوسه ننت کنن. داداش اینا نظرش دفاع گلشیفته فراهانی از گوگوش و گفتن این که گوگوش هنرمند مردمیه و کاریش نداشته باشین. صحبت‌های جنجالی سهراب ام‌جی که با واکنش مردم روبرو بوده و همچنین دیسبک و حمله سامورایی توهی به سهراب ام‌جی و زدبازی. همون سکوت کردنتون قشنگ‌تره. همتون الان کسایی که باهاشون الان فالو می‌کردم و فالو می‌کنم. شما به خاطر 4 تا مغازه و بروبیا و رفت. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب در ابتدا بریم سراغ سامان ویلسون که به تازگی رفته بوده توی کلاب هاوس و اونجا داشته میگفته که مردم به خاطر من اومدن اینجا که یهو همه بهش حمله کردن که بهتر با هم ببینیم. الان نوبت منه. آره نوبت شما. این اتاق 187 نفر به خاطر منه. فردا 17 تایی با هم بحث کنیم. ببین چقدر بدبخت بازه بخت نبرده به خاطر 190 نفر خوش میشتن میلیون ایرانی به خاطر 190 نفر اومدن که تو کسا ننت کنن. بله همونطور که دیدین محبوبیتی که گروه زد بازی داشت به طور کامل از دست رفت و شاید بشه گفت که سامان ویلسون و سهراب ام‌جی باعث این اتفاق شدن. البته مهراد هیدن هم زیاد واکنش خاصی نشون نداد و مردم ازش شاکی شدن که چرا هیچی نمیگه و از طرفی هم مست کردنای سامان ویلسون بالاخره کار دست این گروه داد و حالا دیگه مردم حسابی باهاشون مشکل دارن. البته به نظر میرسه این گروه هنوز طرفدارای خودش رو هم داره، چون حتی توی این شرایط هم یه عده هستن که دارن با پول باباشون عشق و حال میکنن و هیچی براشون مهم نیست و قطعا توی این شرایط راحت میتونن زد بازی گوش کنن و هنوز طرفدار این گروه باشن. از طرفی هم به تازگی موزیک این گروه توی تیتراژ یکی از برنامه‌های تلویزیونی پخش شده و گویا تازه دارن طرفدارای جدیدی مثل مهران رجبی به دست میارن، اما خب قشر زیادی از مردم رو از دست دادن. گلشیفته فراهانی هم اومده و از گوگوش حمایت کرده و میگه که مردم نباید هنرمندای مردمی رو از خودشون دور کنن، چون اگه خبر داشته باشین گوگوش رفته بود استرالیا تا کنسرت بذاره که مردم ریختن سرش و فراریش دادن و حالا گلشیفته نوشته ممنول کار صدا و کنسرت و تصویر کردن کار جمهوری اسلامی است نه مردم شریف ایران. هنرمند آزاد و شریف تا زنده است در هر شرایطی که باشیم و باشد برای مردم میخواند. این انقلاب خود صدای زن و موسیقی است. این انقلاب خود صدای زن و موسیقی است، رقص است و زلف در باد. بله اینم از حمایت گلشیفته از گوگوش. سهراب ام‌جی هم اومد و توی واکنش جنجالی نوشت یه سری کفتار اونور دنیا نشستن تا یه فرش قرمز براشون تو ایران پهن شه بعد بیان، فرشی که با خون بهترین و پاکترین جوانای این مملکت قرمز شده. از این طرف هم کلی مسئول دزد و بیکفایت داریم که حتی یه قدم واسه مردم بر نمیدارن. دولت‌های خارجی و رسانه‌هاشون هم که مشخص فقط دنبال منافع خودشونن و خیر و صلاح مردم ایران به چپشون هم نیست. خلاصه که مردم ایران شاید تنها ترین ملت دنیا باشن. و اما توهی هم به خاطر طرز فکر سهراب باهاش به مشکل خورده و توی این چند روز صحبت‌های زیادی و علیه زدبازی انجام داده و کلن میگه که دیگه رفاقتی با سهراب و این گروه نداره. مطلب دیگه که دیدم بعضی از دوستان که چه عرض کنم بعد از دو ماه اومدن واکنش نشون دادن و آهنگ دادن و دیگه دیره. ما دست شما رو خوندیم تا قبل این جریانات. من فکر میکردم این همه هاشی هست و حرف در آوردن واسه تون که وصلین و همه این یه پا دو پا سه پا و کل این افتخاراتی هم که داشتین
که اینا طرفدارای شما هستن از جمهوری اسلامی. من فهمی کردم همش بازیه، ولی الان دیگه دستتون رو شد و به موزیکتون یه وقت بر نخوره، به قباتون بر نخوره. الان بعد از دو ماه تازه صدای مردم شدین، همون سکوت کردنتون قشنگ تره. منم همه تون الان کسایی که باشون الان فالو میکردم هم فالو میکنم، و هر کسی که مثل حسن ریوندی ها آنفالو شدن از طرف من، و خیلی هم راحت میشه فهمید که کی با مردم بوده. 17 سپتامبر برید ببینید هر کسی که پست گذاشته برای مهسا امینی، 17 سپتامبر خبر کشته شدن مهسا امینی اومده. اگه کسی 17 سپتامبر تو صفحش پست گذاشته، یعنی همون موقع واکنش نشون داده. اگر نه دو ماه بعد اومده واکنش نشون داده، دیگه too late. بعدش هم شما خودتون میتونید فرق هنرمندایی که پشت مردم بوده رو بفهمید. یکی مثل علی کریمی با اینکه داخل ایران باشگاه تنیس داشت، خونه داشت، ملک و املاک و مال و اموال داشت، ولی از همه چی گذشت اومد پشت مردمش و اصلا اهمیتی براش نداشت، نه امنیت خودش و خانوادش، نه ملک و املاکی که داشته. و شما به خاطر یه املتی و یه چهار تا مغازه و برویا و رفت آمدتون که یه درآمدی هم از این دولت دارین در میارین، به خاطر اون مردم رو بیخیال شدین. دو ماهه کلن انگار نه انگار اتفاقی افتاده، انگار نه انگار جوان ها روزانه دارن کشته میشن. من احترام زیادی خودم واسه سهراب قائل بودم و حتی تلفنی باش صحبت کردم و روی آهنگ جدید به اسم برو داشتیم کار میکردیم، ورسش هم خیلی باحال شد نوشتیم، اصلا یعنی خودش نوشته بود و پشت تلفن تکمیل ترش کردیم با هم دیگه. و از همینجا میگم که اون فیت هم کنسله و کلن هم من گفتم چند بار کسی که پشت مردم خالی کنه، نه من رفاقتی میخوام باشم نه همکاری، مثل همون دوست عزیزمون که حالا یه ویسینگ هم راجبه این دوست عزیزمون برای آخرین بار میگم که شفاف سازی باشه. حالا نظر شما در مورد این صحبت ها و همچنین گروه زد بازی چیه؟ حتما نظرتونو در قسمت کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.